اللهم صل الله محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشيطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تسلیه درز میکنم پیشا پیش تاسوای حسینی رو خدمت شما عزیزان امیدوارم که از قبول مقبول درگاه خداوند متعال و آستان مقدس عبا عبدالله الحسین قرار گرفته باشید آقا این دوره میکشه اگر فراموش نکنیم که این شبها که از مهمترین دعاهای ما دعای برای ظهور حضرت باید باشه برای امام زمانمون امام حی حاضرمون کربلا به ما یاد میده که درس به ما میاموزه که چیکار کنیم که اماممون محاصره نشه و اصلا دانشگاهیه برای امامداری این شب هم موضوع بحث ما همینه سالها ها سالا پنج سال محرم ها داریم راجع به این صحبت میکنیم چهار سال گذشته رو راجع به هواپه هم بره <applause> هر شب همین جوریه اول سود میکشه باید هواپه ما میاد <applause> پروازی هر, هر شب همون ساعته نمیدونم چی بله عرض میکنم ظرفیت <Bears> های تمدن سازی قیام رو صحبت کردیم چهار سال و امسال در واقع در ادامه همونه منطقه اینقدر این سرفست مهم هستش که جدا بشه پرداخت اینه که ببینیم چطور شبکه سازی کردن در شرایط بسیار سخت حالا ما همینطور باید این ظرفیت ها رو به وجود بیاریم سازمان به وجود بیاریم شبکه به وجود بیاریم تشکیلات بسازیم باید نیرو آموزش بدیم اینه که از سختترین ضرباتی که این سازمان خورده در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم جایی بوده که نیروهای درجه کش هست شدن یعنی اینقدر ارزیدن. شما میبینید آقا طرف س... یار سه تا چهار تا امام بوده یعنی اینقدر به درد بخور بوده هر امامی میماده از همون استفاده میکرد امام عوض میشده این عوض نمیشده یعنی فکر کنیم نگه چطور تونستن در خوش این به وجود چرا منو شما اینطور نباشیم باید یه سری چیزها رو یاد بگیریم بفهمی از این نفس رو باید بگذریم تو اینجا نکاتی رو دیدیم دیدیم طرف در عین حال که تاجر بوده آبدم بوده چطور خدمت میکرده به مردم یعنی زو ابعاد بار اومده بوده ما باید همین کار انجام خب عرض کردیم اینا به یه مرحله دیگه رسیده بودن که از سایه خودشون هم میترسیدن یعنی کسی که اقدام به کشتار میکنه یعنی دیگه نمیدونه چیکار باید بکنه معصوم اگه ناختن تو زندان وکیل معصومی ناختن تو زندان میدونه بابا با, با زورین شوی چرا چی دیده بودن از سای خودشون هم میترسیدن کوچکترین شکی میکنن طرفو میگرفتن انقدر میزدنش تش اگه یا میمرد یا تو زندان نگهش میداشتن میگفتن فعلا کاته کاری نمیتونه بکنه از امثال علی ابن یختین ها میترسیدن امشب خودم میخوام راجع ایشون و به بهانه ایشون مدل کار اهل بیت تو سیستم خلفا صحبت بکنیم و فراموش نکنید اینا همش در مورد مواردی که خود اهل بیت حاکم نبودن پول حکومت دولت دست مخالف بوده حتی که فرصت پیدا کرد تا داشته میکشت و قتل عام میکرد علی ابن یختین سال 124 هجری قمری در کوفه به دنیا میاد پدرش یختین ابن موسی اینا از شیعیان بود منتها بعضی از رو گفتن از موالی بنی عباس بود و نمیدونم حرفا هم هستش که با توجه به خانواده‌ای که از این سراغ داریم یحتمل پوشش بوده اینا. امر نفوذ بوده تو دلار خلافت مربان مورد تعقیب قرار گرفت بعد دو تا پسر داشت علی و عبید که همین علی ابن یختین یعنی پدرش دارم اینا. فرا کرد و رفت مدینه بعد به بغداد اومد و شد ادویه فروش که بهش میگه ابزار حالا جالبه میگه ابزار به بعد آیا علی ابن یختین 182 هجری قمری هم تو 57 سالگی تو سن پایین از دنیا میره زمان که امام کاظم علیه السلام تو زندان هارون رشید و فرزند هارون که بعدا خلیفه میشه یعنی امین امین و معمون فرزندانش بودن نیه معمون برادر رو کش به خلافت رسید بعدش امین برش نماز خوند حالا این کی بود؟ این یکی از خالصترین یاران موسی بن جعفر که نظیرش کمتر پیدا میشه من که شبیه ایشون واقعا, واقعا نایاب نایاب از این هست حالا خود راجش بحث کنیم ببینیم چرا اول تو دربار عباسیان نفوذ کرد شد کارگزار مهدی عباسی شد مسئول دیوان دیوان سالاری در اختیار او قرار گرفت تو زمان هادی عباسی جایگاهش مهمتر شد تا حدی که بالا رفت که انگشتر مهر خلافت تو دست این بود یعنی میزدی تو جوهر اون زیر هرچی میزدی خلیفه دستور داده هیچ فرق نداره امضاشو مور کرده بود داده دسته این <applause> تا این مرحله تونسته نفوذ بکنه و از نزدیکان و امینان هارون رشید شد ببینه داره خلیفه عوض میشه این هم سر جاش در مورد امام کاظم از امام کاظم علیه السلام در مورد چند تا حدیث نقل شده بر تو میخونم ای علی برای تو چیزی را دوست دارم که برای خودم دوست دارم دای دیگه میفرمان علی ابن یقتین اهل بهشت است زمانت میکنم آتش جهنم به اون نرسد <applause> خیلی حرفا زمانت میکنم آتش جهنم جای دیگه روایت رو گوش کنید حضرت موسی بن جعفر میفرمان وقتی که در حج بودم هیچ کسی در ذهنم خطور نکرد این یه میری آقا میگه با یاد ما باش مشهد میری آنه مثلا هزار میفهم هیچ کسی بزنم ذهنم نگه جز علی ابن یختین که همواره با من بود تو فکر کن یه کاری بکنی امام معصوم بگه همیش دائم به فکرش بودم و از نظرم نرفت تا اینکه از آنجا رفتم یعنی اینجا با من بود اسماعیل ابن موسا میگه دیدم که عبد ساله در صفا میگفت رمز دی حالا اینو براتون میگم میخواستن اسم نبرن اسامی مختلفی میگفتن یکیش عبد صالح بود یعنی امام یعنی امام کاظم میفهم میگه دیدم عبد در صفا میگفت الهی فی اعلا علیین اغفر لعلی ابن یختین یعنی اون جاش جایگاش تو برای جایگاه اعلا رفتن چی این بعد درست بشه خدا ردیف کن براش چی باید بخشیده بشه ردیف کن براش در روایتی از شیخ توسی داریم که علاوه بر این شغل خطیری که در دستگاه دربار عباسی داشت ایشون نامه هم برای ما می برد یعنی چند شغله بوده و اموال هم می برد برای حضرت و پاسخ نامه می گیره برای برخی از افراد خاص یک فرد متقی با تقوا آره حالا تقوا شما خواهی. اگر کافی بود در حق یکی از شیعیان کوتاهی کنه به حدی به هم میریخت خودش روحیه ها به حدی به هم میریخت تصور باید میرفت دل اونو به دست میبود ابراهیم, جا... ابراهیم جمال میگه که یکی از شیعیان خاص به حضور علی ابن یختین برسن بخواست علی ابن یختین رو ببینه او ساربان بود و علی ابن یختین به سبب مشکلاتی که داشت به به اجازه ورود نداد حالا یه مشکلشی داشت. کاری داشته جلسه داشته چه بود به این وقت نداد اتفاقا در همان سال علی ابن یختیم به حج مشرف شد گفتیم حج جایی بود که اعضای شبکه با هم چیکار میکردن دیدار میکردن چون شلوغ بود کاری هم نداشت نه جی پی اسی بوده نه دوربین بوده آقا آ که داشتن مینوختن رو سرش میشد یه آدم دیگه چرا صورتش میگیره بهانه همیشه اونجا گرما است میپیچیدن تو جمعیت گم می همم هم لباسا مثل هم بیا بگه پیدا کن اونجا بله در مدینه این هم خودش رسون به حج که بره موسی بن جعفر رو ببینه علیه هارون یک سال و نیم یک سال در میون حج میرفت انقدر این, هکو... امپراتوری اسلامی گنده شده بود که یه سال میرفت به فتوحات سرک میکشید یه سال میرفت حج بعد پیغام فرستاد برای امام که من اینجا میخوام حضرت علی زیارت کنم آقا موسی بن جعفر قبول نکرد حالا ت... کار مهم با هم دارن که قطعا ما این جلسه رو طبعا باید همدیگر ببینیم اما حضرت قبول نکن وایستاد حضرت که داشت رد میشد دیگه پیغام نفرستاد اومد جلو حضرت یه برزه داشت سید دو مولای من چه تقصیری کردم که من رو نپیز حضرت فرمود بدان سبب که برادرت ابراهیم را راه ندادی به اون اومد حضرت حق تعالی از پذیرش سعیت خودداری فرمود مگر آن که ابراهیم عذرت رو بپذیره یه برگشت گفت ای سید من در این وقت ابراهیم را کجا بیابم من در مدینه او در کوفه <applause> چیکار کنم حضرت فرمود شبانگاه تنها بی آنکه که اصحاب و غلامانت دریابند به بقی می روی. در آنجا شطوری زین کرده خواهید دید بر شطور بنشین و به کوفه برو تو رو خدایی میگم حج و مج باشو برو کوفه سوار شطوره میشه جواب چیه؟ چشم این چشم خیلی ها رو نجات داده خیلی ها رو نجات داده گو بسم الله بی خیال حج دیگه امام هم داره میگه امام حتما مطمئنم امام وقتی میگه بی من الان برم سر از کوفه در بیارم خب همین دور من نمیگن کجا پیچوندی رفتی یعنی از نظر امنیتی هم اشتباه این کار اما امام هم گفته دیگه چش میگه علی ابن یختی به فرمان امام عمل کرد شبانه به بقی رفت بر همان شطور نشست علی ابن یختی میگه این شطور که را افتاد یه چند قدمی که رد شد من دیدم تو کوفه عجب یه پیاده شدم رفتم در خونه این بند خدا ابراهیم جمال میگه زدم در خونه گفت کیستی؟ <عبا> علی ابن یختی علی <عبا> <عبا> ابن یختی در, خ... در, خانه من چه میکنه؟ چرت <عبا> و پت میگی بابا علی ابن یختی اینجا چه کار میکنه <عبا> <عبا> وزیر خلافتی که <قلعه> از چین تا آندلوس تا اسپانیا <عبا> اینجا چی کار میکنه آقا گفت برون آی که امری بزرگ مرا فرا گرفته است و اتفاق بسیار مهم افتاده اومد آقا براید یا اول فز بقولی <تصفيقی> علی ابن جلو چشش واش داده <تصفيقی> آنگاه او را تا اجازه ورود دهد قسمش تو اجازه بده بیام تو باش داخل شد گفت ای ابراهیم آقا و مولا کردارم را نمیپذیرد مگر آنکه تو از من راضی شوی و از من درگذری گفت قفر الله لک بخشیدم همین تمام <تص> پس علی ابن یختین تمام ما بودیم چی دیگه همینش تمام دیگه خدا پدرت بیازه گوش کن علی ابن یختین صورتش را بر خاک نهاد و ابراهیم را سوگند داد پا بر روی گونه هم باید بگذاری گفت با کفش پا تو باید بزار رو صورت ابراهیم خودداری کرد و علی بر خواستش اصرار ابراهیم پای بر گونه ی علی ابن یختین گذاشت وقتی گونه علی زیر پای ابراهیم و روی خاک بود میگفت اللهم اشهد خدا شاهد باشه خدا تو شاهد باشه پس برون آمد سوار شطور شد و همان شب دوباره به مدینه بازید شطور را خوابان اون هم گذاشته شد پارکش کرد به قلی. بعد از سمت حضرت خبر رسید که حالا اجازه ورود داری جلسه داری خدمت به شیعیان جایگاهش اینه خوش به حال اون کسایی که میتونن خدمت کن خوش ها به حال اون کسایی که میتونن خدا پول بهشون داده میتونن خدمت کنن خوش به حال اون کسایی که الزاما همیشه با پول نیست بعضی موقع مردم یه دسته گوش نوا فقط میخوان یه درد دلی باهات بکنه آقا داری میری با ماشین یه نفر رو برسونی تا یه جایی خیلی کارا میشه کرد الزاما که پول نمیخواد مشکل یه برادر دینمون رو حل بکنه. ببین جایگاه رو دیدی میگه تو حج هیچ کسی جز علی ابن خب چی کار کرده که به این جایگاه رسته این کار است ما بلد باشیم برای اماممون خود شیرینی کنیم خود برای امام چیه سلم الله من سلام و هر بول من ها رو بکن خدمات بسیار زیادی هم میشون که بذارم این بخش بازم توضیح بدم دلم نمیدن قصری اینجا بگذارم چون ما درس بگیریم واقعا با خودمون بگیم بشین مرور کنیم بگیم آقا من همین یک سال گذشته کار چند نفر رو انداختم که میدونم رضایت قلب امام زمانم در این حالت از من راضی میشه کار چند نفر رو انداختم عشق شوق به چشم چند نفر آوردم لبخند به لب چند نفر آوردم بعد چه جایگاهی دارم من خودم شروع این بحثای ما ده شب پیش نو شب پیش گفتم آقا ما یک شبکه ایم که اسمش شبکه ولایت که دو تا نکته داره محبت و تبعیت برس کردم اگر امروز مشکلات داریم من اینکه این شبکه کار خوش خوب انجام نمیده بابا اصلا تهش که حکومت ناکار مخالف مخالف ما چیکار کردیم ما یاد گرفتیم وقتی سواریم به بیفرهنگی آبر اشاره کنیم وقتی آبریم به بیفرهنگی راننده ها اشاره کنیم همیشه کور خودمون باشیم بینای مردم خودمون چیکار کار کردیم چند تا گره باز کردیم طرف پیامبر رسید به این نفر چه احسان نمی کنید رو گفتش که آقا من پول ندارم گفت لبخند که میتونی بزنی و در همین حد ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین. یه شوخی میکنه توی جمعی دو نفر میخندن حالش خوب میشه خیلی خیلی خدا میبینه میگه واقعا نیت کنید همین تو راه داشتیم یه عزیزی خب با من جلسه ای داشت وقت نمیشد من گفتم تو ماشین من که تو ماشین داشتیم میمدیم آقا من امرار معاشم این طوره نظر شما چه گفتم سوال فقهیه مرجعیت که گفت گفتم برو بپرس منتها از اونجا که من به عنوان حالا مسلمون باید احکام خودم رو بدونم 99 درصد جواب این خواهد بود که این راه راه درستی نیست برای امرار معاش بعد بهشون عرض کردم گفتم همین الان نیت کن که در هر موقع که تونستیم پول رو آروم آروم برگردونی همین الان هم نیتشو خاطرتون هست تو نامه امام جواب چی بود که آقا این خمس بهش هستا نمیتونید بدید نیت کنید نیت کن دست من امامو باز بذار بتونم اون دنیا کمکت کنم چون قصد شدش مرد اصلا ما تا نیت نکنیم یعنی اول به چیزی فکر نکنیم که انجامش نمیدیم که برای چی میگم فکر گناه هم نکنید وصف الاش نصف آمادت میکنه برای اون گناه چون مغز ما چه کاری فکر کنیم چه کاری انجام بدیم براش نورون سیناپس میزنه شیار عصبی تولید میکنه جاشو باز میکنه افکارمون اصلاح بکنیم حالا بیمیم کمک نخواستیم آقا من یه خدر میشه جون مادرتون پشت سرم قیبت نکنید <میش> میشه زیرا به همون نزنید میشه تهمت نزنیم به هم میشه اتهام نزنیم به برادر مومنمون خطرناکه دیگه <میش> خدمات بسیار زیادی داشتیشون مثلا یکی از کاراش فرستادن شیعیان به حج بود کسی که آرزو به دل مونده بودن نمیتونی که بری اربعین رسیده مشکل داری دو نفر جا خود بفرست بره. کسی که کربلا نرفت چقدر خوبه ما این از این بیشتر هم داریم خدا ارحم و خدا تو کارش کات نیست کپیه اون بره زیارت کنه برای تو هم صحابشو از صحاب اون کات نمیکنه <تصفح> نه کپی کپی پیست در تاریخ سابقه نداشته که کسی تو این جایگاه چونین حمتی داشته باشه برای همچین کاری صدها ها نفر رو سالانه میفرستاد حج به پول خودش ها محمد ابن ایسا میگه فلان کسی اسم دیگه رو اسمی بره حسن ابن علی حد زده که سی صد... تو یه سال من یادمه علی ابن یختین سی صد... یا سی و پنجاه نفر رو از سمت علی ابن یختین تلویه گفتن بعد اینا رو که میفرستاد چجوری حج میفرستاد یه علی ابن همه ساله به هر یک از آنها بیس هزار درهم یا ده هزار درهم میداد خاطرتون هست یا رو با چقدر خونه خریده بود هزار درهم بهانه بود که انا گفت آجیب جان بیا برو این حاجی این پول سوغاتیات برگشتی خونم بخر یه زمینی هم بخر باش کار کنی بی نیاز میکنه اینا بر دست اهل بیت بودن عین اهل بیت میبخشیدن تامین هزینه زندگی برخی از شیعیان روی از خدمات ایشون بود خیلی از ضعفای شیعه ماهانه یا سالانه پولشونو میداد. به دستور امام کازم خبر میرسید که این خانواده باید تحت پوشش بره داره داری در که امام خبر است که امام بفرمان حزینه زندگی کاهلی را تأمین و من بهش را برای تو زمانت میکنم و خونه زن... ببین چی شد حزینه زندگی رو بده بهش را برای تزمین میکنم آقا چرا فکر کنیم امام کازم فقط بلی ابن یختین را فرموده آقا بیا برو هزینه زندگی یه نفر براته بگی زندگی آدم که خو امام زمان به تو تضمین کنه اینجوریه؟ میگه علی ابن حج... علی علی ابن که قب پذیرفت و پیوسته تعام و پول و سایر نفقات و ماهانه برای آنها میفرستاد او چنان به کاهلیخ نعمت عطا کرد که علاوه بر خانوادهش فامیل های دور و نزدیکش نیز بهره مند شد اینقدر پول به پدر زن و مادر زن و برادر شوهر و اونم پول میرسه مثلا تامین مهریه برخی افراد جز کاراشوی. تاریخ نقل کرده اونایی که نقل شده نقل نشده الله علم که اکثرش نقل نشده چون آدم کارش کاملا امنیتی بوده جوری به حضرت به او اعتماد داشت و اطمینان داشت جالبه که حضرت برخی از حزینه های شخصی زندگی خودش هم به او میگفته این خیلی عجیبه بر مبنای برخی از روایت حضرت سه یا چهار تا از فرزندانشون مثل ابوالحسن ثانی و اینا رو ازدواجشون رو به علی ابن یختی نوشت خرجشون رو بده بچه خودشو چقدر باید اعتماد داشته باشه چقدر مننا بدونی چقدر از خودت بدونی برای امام کازم اموال زیاد میفرستاد یعنی یه بخش که این بر خ... هر خرج میکرد یه بخش میفرستاد برای خود حضرت نقل شده که علی ابن یختین اموال بسیار خدمت موسی بن جعفر میفرستاد که گاه به ست هزار تا سی هزار هم میرسید که این واحدش نگفته منظور دیناره طبعا خیلی عدد بزرگی. خیلی عدد بزرگه شیخ کشی از اسماعیل ابن سلام و فردی به اسم ابن حمید نقل کرده که میگن علی ابن یختین گفت دو شطور رو خریداری کنید از بیراهه به مدینه بروید و این اموال و کاغذها را به موسی بن جعفر علیه السلام برسانید مبادا کسی از این امر آگاه شود میگه به ما دستور داد که این کار انجام ما به کوفه آمدیم دو شطر قوی تهیه کردیم توشه برداشتیم و از بیراهه سمت مدینه رفتیم تا به بطن رسیدیم یه منطقی در آنجا برای استراحت از شطران فرود آمد آنها را بستیم و نشستیم به غذا خوردن ناگاه سواری در حالی که خدمتکاری امراش بود از دور نمایان شد وقتی نزدیک شد دریافتیم که موسی بن جعفر است از جای برخاستیم سلام کردیم کاغس ها و کاغذها و اموال را به وی سپردیم حضرت نامه‌ای از آستین خود بیرون آورد از زیر عبا آستین این. بیرون آورد به ما داد و جواب کاغذ های شماست خب عرض کردیم توشه ما با آخر اگه اجازه بفرمایید وارد شهر شویم وارد مدینه شویم حضرت رسول رو زیارت کنیم و توشه ای تهیه کنیم توشه ای برگیریم حضرت فرمود توشه ای که دارید بیاورید ساروق نونشون هر چی بود آوردن و گو حضرت دستش خودشو گرفت چرخوند و دوباره داد به خودمون و فرمود این تا کوفه براتون بسته برید رسول الله هم زیارت کردید برید تو شهر نید می سوزه خط چون نباید دیده بشید تو مدینه قرار اینجا بوده ای تو فلان منزلگاه رمزین بوده تو این لوکیشن تو باید بیایی بارو تحویل بدی بارو تحویل بگیریم آه الله ما یه گوشتم بریم این طرف بریم اون طرف فرستادنش معمولیت الله یه شهر بازی هم بریم بود دیگه بابا یه جا دستگیر شد یه جا که نباید میرفت رفته بود <laughs> بعدم شد بعد حضرت فرمود به درستی که من نماز صبح را با رسول الله خواندم و میخواهم نماز ظهر را با ایشان به جای آورم برگردید به امان خدا وجود اجازه مورد به مدینه ندادش علامه مجلسی میگه روزی هارون رشید خیلی جالبه جامعه بسیار قیمتی و نفیس به علی ابن یختین هدیه داد دوستش داشت علی ابن یختین را. این چه فیلمی بازی کرده بود با. <applause> بعد پس از چند روز علیان جامعه رو با مال بسیار تقدیم حضرت موسی بن جعفر کرد فرستاد اون که گره اون اینا تنمون نمی‌کنیم بفرستیم بر آقا به این کسی که یکی دوست داره میگه من اینو برسونم بهش اون کسی که معشوقم اون که دوستش دارم امام همه را پذیرفت جز جامعه جامعه را پس فرستاد و فرمود این یه دستوره دارم میدم جامعه را نیک محافظت کن باز دوباره چی بگید چش. چرا آقا برو با آقا بگو چرا هارون داده ها انگاه امام نمیدونه امام نمیدونه هارون داده مثلا علم, علم نداره نامه ها را انوز نداده از در میفرمونید جواباتون برید که <تصفح> وقت تلف نشه من میدونم تو اون نامه چی نوشته شده برای چی بس میگم بنویسید برای اینکه شبکه شکل بگیره روزی خواهد آمد که دست شما از معصوم قطع خواهد شد بتونید کارتون رو انجام بدید داشتن شیعه تربیت میکرد و اگر م... مگه طرف میگه خدمت ما هادی رسیدم داشتم راه میفتم گفتم آقا هزین یه تو دلم بود که هزینه سفر هم چی میشه گفت با اساس یه چیز رو زمین کشید و رفت فرمود بعد اینکه من اینجا رفتم اینجا رو بکن و در بودم قدید یه کیلو تلا در اونجا معصومی که اراده کنه کل کانت به دستشه کاری داره برش این کارا قرارش اینجوری قرارش گفتم از دا بشه نم قرار مؤمنین پول جمع کنن خرج خودشون کنن مشکلاتشون رو برطرف کنن یک مالیات شیعی اینجوری بگیم ببین چی میشه حالا این ادامش داشت ماجرا جالب میشه یکی دیگه از خدمات علی ابن یختین این بود که اموالی که از شیعیان گرفته میشد مصادره میشد یا مالیات که از شیعیان گرفته میشد دوباره میپیچون بهشون برمیگردون شیخ کلینی از علی ابن یختین در روایت در مورد ایشون میگه که به ابوالحسن عرض کردم علی السلام به امام کاظم که درباره قبول مناسب از اینان چه میگویی این هارون اینا حضرت اگر چاره جز این نداری بگیر ببین نذر کار تو انجام بده از اموال شیعیان بپرهیز آخ گوش کن چی داره میگه یه مال این مردم شی پول اینا خوردن نداره یعنی خدا من نمیدونم فکر می‌کنید شما جا خدا با اون کسی از بیت المال میخوره بخوره چیکار باید کرد اینا احمقن به قرآن احمق شجاعت نیست این ما بگیم یه نفر مثلا رفته لایی مثلا چه میدونم ده هزار تا شیر داره بندری میرخص اونجا جلو اینا خب میگه نمیگه شجاع میگه خیلی احمقه میخورنت دیگه انا قصه سرین میگه به مال شیعه ببین اینقدر کار تو امنیتیه اما پول شیعه خوردن نداره دو با پول شیعه ظالم نباید تایید بشه اون پول بیت المال کی بوده حکومت بن لباس با پول شیعه اون نباید تاییدیه اون نباید تقویت بشه ابراهیم محمود میگه علی ابن یختی به من خبر داد که مالیات رو از شیعیان دریافت میکرد اما به طور پنهانی به با آنان باز میگردم خود همین یه کار اضافه و احتمال لو رفتن چیکار میکنه خیلی بیشتر میکنه دیگه این همه آدم یکی از دهنش در بیاد اما ضرورتش رو میخواد اثبات کنه که چقدر این مهم بوده بعد وای با اون کسی که پول مردم رو داره میخونه پول شیعه خانه امام زمان رو داره میخونه با بحانه های مختلف زحمت دارم میکشم زحمت دارم میکشم زحمت, زحمت اون بیچاری داره که لب مرز دومت متر برف تو سرما تو گرما و ایستاده هفت تومن هشت تومن بهش حقوق میدن شیش هفت تومن بهش حقوق میدن باورتون نمیشینه نیروهای نظامی ما در مملکت نسبت به جز حقوق پایینن خب اینا باید فهمید یه خود باید یه فکری کرد با حال اینا بعد طرف نشسته لم داده حقوق نجومی میگیره دارم کار مزاحمت میکشم وظیفت برای این جامعه زحمت بکشی تو فکر نکن الان مثلا لطفی داری انجام میدی وظیفته نامه علی ابن یختین نامه به حضرت موسی بن می مینویسه ان قلبی یضیق آقا من دلم دیگه داره میترکه چرا من ما من عمل السلطان با من تو سیستم اینا صبح تا شب بعد اینا رو ببینم تو جلساتش بعد مزخرفات اینا رو بشنوم باید مشاوره درست بدم که این حکومت برپا باشه مشاوره ندم منو مینازم بیرون به دردشون نمیخورم حتما علی ابن یختین مدیر خوبی بوده که میخواستنش فان از انت اگر اذن بدی لی خدا منو به فدای تو در بیاره جلال الله الفداک هر من من در رفتم یعنی چی؟ یعنی ببین ما الان خدامونه یکی بیاد بگه آقا تو معموری بری بشی مثلا آره بری بشی وزیر خانم ملکه تو انگلیس اجازه خیلی کار رو هم داری برای که لو نریده داشت دیگه زنگ میزنیم دوباره الو دفتر استفتاعته من میشه درم یه داداش با کله تو ظرف اصلی کجا میخوای در بری این نشون میده اینجا نفس طرف هست. آقا من سفیر جمهوری اسلامی هم باید سوار لیموزین شم تشریفات این کشوره اما به خدا جیگرم داره میسوزه برای اون سرباز دیگر این مملکت که لب مرزه تو گرما چل درجه است میگه به اون رجوع کن ببینین هستی یا نه همه دارن سر و کله میشکنن آقا بالاخره صندلی های خدمت توی مملکت زیاده چرا صندلی مجلس انقدر جذابه ها چرا سفیر شدن انقدر جذابه بیا بسم الله من بری بالا برجک واسه لعه مرز هم اصله دست بگیرید نگهبونی بده چرا اونجا نمیرید چرا مدیر شدن تو پای تخت و مراکز استان انقدر جذابه برو مناطق دور ها بر اونجا دیگه آقا یکی از جایی که بعضی رو تبعید میکنن بشاگرده دیگه ها همون بشاگرد مسئول داره یا نداره داره دیگه بنده خود و مردم اونجا خدمت میکنه بگم اون مسئول تبعیدیه یعنی <تصفح> جایی رو که مخالف یک کشوری و مملکتی رو فرستادی هم مسئولش هم داره میفرسته هم اونجا اجرش تو اون مثلا فیش حقوقیش کار در مناطق محرومه بعدی آب و هواه میگه بیزار میگفت آقا من دروغ شه من مصبر جعفر نمیتونی بگی که میگه من قلبم داره میتره که از این شغلی که اینجا دارم باید لباسای آنچنانی تنم کنم سفیر روم اومده نم سفیر کجا اومده جواب گوش کنید امام در پاسخ نوشت لا اذن لک بالخروج من عمل حق نداری خارج بشی و تق الله تقوای خدا رو هم پیشه کن یعنی دیگه از این فکر رو سراغت نیاد تو مهمترین جایی بعد همونجا رو حفظ کنی بار دیگه یک جای دیگه نقل شده که وقتی حضرت موسی بن وارد بغداد شد علی بن یختیم به بهانه حضرت چه جوری دیده نمیدونم بعدش درخواست کرد گفتش که من اگه اجازه بدیم از وزارت کناگیری کنم اون یکی هم دید هارون بهش پیشنهاد وزارت قض... قض... قضاوت کرد نپذیرفت چون به تنگ اومده بود از معاشرت با هارون اطرافی میگم من صبح تا شب تو جلسه بشم اراجیف اینا رو گوش بکنم دیوونه داره من اصلا زندگی من نیست سیستم محاسباتی من نیست فضایی که دوست میخوام توش نفس بکشم این نیست حضرت بار دیگه نهی کرد فرمود یا علی علی ابن یختین ان لله تعالی برای خداوند تعالی اولیان یه اولیایی داره خدا که یه یاران دوستایی که مع اولیاء الظلمه قاطی این آدم بدا باید باشن مؤمن آل فرعون آسیه تو قصر فرعون باید باشن برای چی فر برای اینکه دفع کن به هم ان اولیاءه برای اینکه آزار اینا رو از دوستانش و کسایی که عضو این ولایت هستن دفع بکنه و تو از آنها هستی و انت من هم یا علی تو یکی از اونا هستی اینجا جایی که حالا من خیلی نقد دارم حالا خود جلوتر بریم بحث میکنم که ما تو جمهوری اسلامین بخش اصلا کار نکردیم برعکسش کار کردیم دقیقا برعکس حالا عرض میکنم یعنی تو من نفوزی فرستادن <تص> علامه مجلسی می نویسه که علی ابن یختین از حضرت موسی بن جعفر تقاضا کرد از پست وزارت کناگیری کنه امام اجازه نداد و فرمود چون این نکن بودن تو مایه انس ماست و برای برادرانت عزت است به امید اینکه خداوند به وسیله تو شکستی را جبران و آتش فتنه مخالفان را خاموش سازد ای علی کفاره همکاری شما با اینان احسان به برادرانت است ای علی ابن یختین یک چیز را برایم زامن شو من سه چیز را برایت زمانت میکنم زمانت کن به هر کی از دوستان ما میرسی نیازش را برطرف کنی این این فرمایش حضرت بر ماهام است اکرامش کنی من زمانت میکنم هرگز زق... هرگز سقف زندان بر تو سایه نیافتاد و هیچ زندان نیفتاد. تیزی شمشیری به تو نرسد هرگز نرسید و هرگز فقر و بیچارگی به خانه راه نیابد نشد یعنی اصلا جز کسایی بود که تو وزارت یعنی تو همون جایگاه خوب حال باشه میشه با خب دیگه اشغال با همون بقیه دیگه چیزی شلاق خوردن زیرش چرا برای که خدا نیت این آدمو داره میبینه بینه این واقعا زجر داره میکشه قصر هارون برش زندانه به این درجه از رشد رسیده این اتفاق ای علی هر که مؤمنی را خرسند کند ابتدا خدا و سپس بس پیامبر و آل او را خرسند ساخته است بالا بهش تو تضمین نمیکنه این فرمایش امام محصور در اون زمان و به یک شخص خاص که نیستش که اینجا بدیهیه لحظه مخالفان علی ابن یختین تو دستگاه حکومت عباسی بی خیال او نشده بودن یه بوایی برده بودن اون بس که زبل و زرنگ بود نمیتونستن گیرش بندازن یه روز یه کار به یه جایی رسید که میرفتن پیش هارون سعایت میکردن زیراب میزدن اینا من دو تا از این بدگویار براتون تو تاریخ نقش شده براتون میگم یکی از غلامان روات یکی از یکی از غلامان که علی ابن یختین رو از خود رانده بود از خودش دور کرد چرا چون میدید این نزدیک شده داره کسب خبر میکنه فزوله باید خودی رو بذاره دم دست خودش از خودش دور کرد نزد هارون رفت و چون این گزارش داد که علی ابن یختین پیرو موسی موسی جعفر است این یه بوای برده بوده و خمس اموالش را همراه با جامعه قیمتی که خلیفه به او هدیه داده است خودت هدیه دادی در فلان روز نزد موسی جعفر فرستاده است با من ردش رو زدم من غلامش بودم این خمس اموالش رو با اون پیرن قشنگه بود بهش هدیه دادی برد داده به نجف بن هارون سخت برا شفته گفت اگر راست باشد او را خواهم کشت همینجوری بودن یه دستور رو دیگه بزنین در همان حال دستور رو داد علی را احضار کنن همین که علی ابن یختین حاضر شد گفت جامعه که به تو دادم چه کردی گفت امیر مؤمنان همچنان نزد من محفوظ است آن را خوشبو ساخته در پارچه مخصوص پیچیدم هر روز و شب بدان نگریسته بازش میکنم نگاش میکنم به عنوان تبرک میبوسم و به جای خود باز میگردم آقا حیفم میاد تنش کن تنم کنم این آورده همجی میذارم میبوسم تبرک میکنم خیلی شما فرستادی تبرک خلیفه خدا و رسولشی تو هارون گفت اکنون را را حاضر کن علی ابن یختین یکی از خدمتکاران را طلبید کلید صندوق را به او داد و گفت به فلان اتاق برو جامه رو برد و بیار اندکی بعد خدمتکار جامه را با مهری که بر بود نزد هارون آورد هارون دستورا مهر را بشکنند همین که نگاهش به جامه افتاد آن را شناخت خشمش فرونشست. علی ابن یختین گفت جامه را به جای خود بازگردان به خانهت برگرد و دیگر سخن از هیچ کس درباره تو را من قبول نخواهم کرد پدر سوخته ها این چیجوری میخوان تخریبش کنن بعد چی بعد رفت <تصفح> سراغ اون قلامه <تصفح> ابراهیم ابن حسن ابن راشد مطلب رو از علی ابن اینجوری نقل کرده میگه کنار هارون رشید ایستاده بودم که هدایایی از طرف پادشاه روم رسید در میان آنها جامعی زیبا از دیباج سیاه بود که زربا افت بود یعنی تلایی روی سیاه بافته بودن هارون که دید من سخت با آن نگاه میکنم دید حجی رفتم تو کوکش دارم نگاه میکنم جامعه را به من هدیه کرد آن جامعه را برای حضرت موسی بن جعفر فرستادم نه ماه پس از آن ماجرا روزی از نزد هارون به خانه آمدم خدمتگذاری که به رسم همیشه لباس هایم را موقع ورود از برم برمیگرفت از جای برخواست پارچه را همراه ای که هنوز مهرش خوش نشده بود به دستم داد و گفت اکنون مردی رسید و این را آورد چون نامه رو گوشیدم دیدم از طرف مولایم حضرت موسی بن جعفر است برایم نوشته بود ای علی وقت آن رسیده که به این جامعه نیاز پیدا کنی آن را برایت فرستادم بقیه چیزایی که فرستادی رو میپذیرم اینو نگه دار پیش خودت گوشه دستمال و کنازم چشمم به همان پارچه که هارون داده بود افتاد. در همان حال اینو باز نقل و این بالاخره یه قصه ای رو دو سه نفر که نقل کردن من دارم دو طرف میگم بین اصل ماجرا همینه میگه هارون بدون اجازه وارد شد و گفت امیر رو اجابت کن و خلاصه رفتم و همین قصه در و آوردم به گفتم آقا این چیه اصلا فرمایید من اصلا عاشق این لباسم دلم نمیاد تنم کنم شما این هدیه دادید اینجوری بعد تو این نقل میگه که پارچه که من پس داد پنجا هزار درهم هم روش گذاشت گفت ببخشید به شک کردم اما توی غلام یه روز یه باز جالبه اینم اینم خیلی جالبه رفتن به هارون گفتن که این رافزیه رافزی یعنی کافر کافر خونش هم مباه یعنی رافزی یعنی چیه؟ به شیعه گفتن رافزی جالب بعضی تو تاریخ مثلا شما میخونید نوشتن خیلی عجیب خب بعضی خیلی پرفسرن اومدن متن از عربی به فارسی برگردن رافضی چی ترجمه کردن کافر اومده جلو هم میگه, میگه آقا این رازی راست کافره رازی بنده خدا هم شرعی خودم کافر بر چی می... گفت تو اینترنت نوشته کافر گفتم بابا اینا از غذا اتهامی که وارد میشد که از روافض بود یا یعنی نه شیعیان بوده کافر یعنی این. یعنی از نظر اونا یعنی کافر بله می علی ابن یختین رافضی است هارون به بعضی از خواص خود گفت درباره علی سخن فراوان گفته شده بعد در حالی که من هیچ کوتاهی از او مشاهده نمی کنم. به من اثبات کنید میتونید من اثبات با گفتن امیر مومنان روافظ در نحوه وضوع گرفتن با دیگران فرق دارند و شستن دو پا را لازم نمیدونن مس میکشن اینو پس او را به گونه ای که در نیابت بیازمان گفت خوب گفتید رابطه منو وزیرم هم خراب نمیکنه هر روز بیارمش این چیه این چیه مدتی بعد روزی علی را به بهانه کاری در خانه نگه داشت تا ظهر شد هارون خود را به پشت دیواری پنهان ساخته گفت من میرم اینجا بیرون یه سوراخی هم گذاشته بودن نگاه نگهش داشت گفت این کارا رو بعد انجام بده تایم نماز شد علی آب طلبید ابتدا سه بار مزمزه کرد سه بار استنشاق انجام داد سه بار چهره شست آب را لابلای موهای صورت رساند، بعد سه بار بر دست ها آب ریخت آن را به آرنج رسان برعکس در پایان سر و دو گوش خود را مس کرد و پای خود را سه بار شستشو داد یعنی این سنی ها وضو گرفت هارون که نزاگر تمام حرکات علی بود کاسه صبرش لبریز و فریاد ای علی دروغ گفت هر کس خیال کرد که تو از رفافز هستی حالا نکته چیه؟ بله اینجا رو گوش کن محمد ابن فض میگه بین اصحاب ما در باره دو پا در وضوع اختلاف شد که ما مس میخوایم بکشیم تا این برامدگی روی پا بکشیم یا تو این, این قوزک پا بکشیم تا کجا این مست رو بکشیم بیاریم بالا؟ اختلاف شد علی ابن یختین گفت بذارید از مصطفی جعفر میپرسم من کارهای دیگه هم دارم اینم سالا قرار میدم بپسم دوست دارم با خط مبارکش مرا آگاه کنه چگونه بوز بگم امام چی نوشت در جواب به آنچه دستور میدهیم عمل کن و هیچ تغییری در آن نده چهره را سه بار بشوی دستها را از سر انگشتان تا مرفق سه بار بشوی اینوری بشوی و تمام سر را مس کن و بعدش هم پاهات رو بشور تا ساق بشور چون نامه حضرت به علی رسید تعجب کرد و چون اندیشید که این روش وضو گرفتن طبق مذهب اهل بیت نیست اما با خود گفت چون امام این روش را فرموده مخالفت نمی کنم. تا راز آن آشکار گردد ببین این اعتماده آقا چرا نمیدونی سنی ها اینجوری وضو میگیرن شما به امام میگه داشتیم از این یاران هم کم نداشتن اماما از غذا اینا کسایی که همین دم دست بودن به خدا همش میدیدن دستگاه خلفا میرا میشناخته این درجه یک کارو بعض غذا دور ب... میفرستادش ری عبدلظیم حسن میفرستاد میگه من خیالم راحت تو سال جواب از من نمیخوای این که دم دمه دست باید باشه این دائم باید من سر نگهش دارم یکی از همینا حالا از یاران حضرت که نمیشه گفت اما داش میومد توی اندرون خونه ما صادق پیچید یک کنیزی داشت داشت دستش کنیزه نامن بعد رفت و امام صادق نفرینش کرد او خدا لعنتت کنه چه کاری بود که؟ آقا شما پشت دیوار هم میبینی؟ بودن از اینام زیاد حالا مثلا حضرت داشته حمام میکرد توی تش نشسته به طرف وارد شده نقل کرده آقا تو تش نشسته زشت حالا تو, چرا داری نقل میکنی؟ این چه عرض میکنم نه؟ گفتم بدین جهت از آن پس همیشه طبق همان دستور عمل میکن دقیقا با همین کامل این همون میگیره که کی رازش آشکار شد یه هارون پشت دیوار دوید اومد بیرون یعنی این یک اصلا اینو بذار کنار ببینید نکته سر چیه امام رضا علیه السلام به یاسر خادم گفت گفته تنها هم بودیم میگه امیرالمومنین مامون تو باید عادت کنی به این لفظ آقای علی ابن یختین تنها هم بودی هیچ که نبود همون مدل وضو میگیری چرا اومدم یه نفر بعدش رفت دستش گفت چرا دمپایا چیزی پاشو شسته دمپایا خیس نیست یعنی تو باید زیستت بشه انگار ملکه ذهنت بشه اصلا ما داریم اصلا فرمود که اونجا حرفی زدن به ما فوش دادن واکنششون ندیده از امیر المومین داره حضرت میفرماد که یه جا لازم شد گیر افتادید به اون, به اون یاران سونه. اعلان اعلام براعت از من نکنید اما اگه لازم شد برای تغییر فوش بدید فوش بدید سب با فوش به من نیست سب. سب بکنید اما اعلام براعت نکنید برای حجر ابن ادایب گفتن اعلام براعت کن من نمی کنم بچه سر میباریم خودم سنگا به سر رو بارید. برای تغییر بود از کجا بفهم ببین از کجا بفهم این الان نفوزی یا نه یکی از روش های اینا مراسماتی ترتیب میدادن گفتم خدمتون توهین میکنم به اهل بیت بعد نگاه میکنم می ببینم کی میریزه به هم قدیما یه سری میخواستن تابعیت خارج بگیرن میرفتن گفتن امجنس بازیم گول میزدن کشور خارجی رو میرفتن گفتن آقا میخوایم مسیحی بشیم ما و... با چیزی که میگرف میرفتن می اللهم الله محمد و آل محمد جلفرازم میشه میرفتن طرف خب دیگه بعد سالها فهمیدن چقدر اینا کلا سرشون گذاشتن ایرانی ها برای ما رفتن دیگه آره اگه می رفتیم گفته هم جنس بازیم روش های داشتن برای آزمودنش یا <laughs> خدای نکرده من اخباری دارم که بعضی از این سفارت خونه ها من گفت طرف مسلمان نیستم گفتن به توهین کن این قرآن توهین کن نیستی دیگه اعتقاد نداری از این کارا می کردن خل که نیستش طرف نصف دنیا دستشه. یا از چین تا اسپانیا آقای علی ابن یختین همینطور به کار خودش ادامه داد تا زمانی که امام به زندان هارون افت و زمانی که حضرت در زندان بود ایشون از دنیا رفت تو سن پایین که منم خودم به خود مشکوکم به بعید نیست همین مخالفین یعنی حسودا حسفش کرده باشن خیلی اینجا با سم کردن خیلی از خودشون از اینا که مثلا تو این سن و سال فوت شدن بدون هیچ آرزه بدون هیچ مریضی بدون چیز نقل شده باشه اینا مشکوک خیلی عربا این, عرب این کارا رو بلد نبودن از رومی ها یاد گرفتن معاویه هم این سیستم رو وارد کرد چون رفت اون اولین برادرش خودش اولی حاکمای در سرزمین روم بودن در شامات این ترورای توکسینی و اینا رو انداختن ترورای سمی با سم خیلی آگوشن اصلا بر مورد معاویه تاریخ نقل کرده که اینه للمعاویه برای معاویه جنود و من الاسل سربازایی از شربت عسل داره برای اینکه تلخی زهر رو بگیرید با عسل بخورد همین مثل مالک اشتر خیلی یار اینجوری کش پسر تلهه از خودشو از هر کسی میخواست رقیب پسرش باشه یزید در خلافت خیلی سم سمی که به زهری که به شمشیر ابن ملجم زدن سمی که باشه مام حسن رو به شهادت رسوندن به جعده یا جوده داد و اینا خیلی دار اینجوری حسب کردن برای همین بود اینا امثال علی ابن یقتین ها به خودشون دیدن از سایه شون هم میترسیدن یفتن آقا اصلا خود موسیم و جفر یفتن ناختن تو زندان و سیاست عوض شد یعنی سیاست نرم گذاشتن که نگه شمشیر رو بست اولین نفرم که قربانی این سیاست شد جفر ابن بشیر به جلی یه خانواده خیلی بزرگ یعنی بجلی به جلی کوفی اینا موالیه از موالی قبیله بجیلی یا بجیله بود اینا خیلی هاشون تو همین یاران حضرت اینا آخرش هم نشسته بجلی کوفی آدمای بزرگی ازشون اومد بیرون که زیر شکنجه بدون هیچ دلیل هیچ ازو پیدا نکردن فقط حد زده بودن ارتاد با ما گرفتن انقدر زدن زیر شکنجه یک کلمه حرف ما شهید شد گفتن هیچ چاره جزی نداشتن وقتی گفتن چرا این کار داره انجام میدی هیچ چیز یا یه مسجد هم بنده خدا ساخته بودن انقدر آدم خوب بود تو ورودی کوفه هر کسی قریب می اومد اونجا بهش آبادون میداد نمازتون رو بخونید اینجا استراحت کنید یه هم هنوزم مسجدش هست تو کوفه جالبه هنوزم ظاهرا هستش انقدر او انسان بزرگ و شریفی بود بهش میگفتن فقحت العلم بهش گفتن تو شکوفه علمی یعنی این در کنار اون ماموریتی که داشته یا عالم یا عابد اهل نماز اهل مسجد ما یه کار نمیتونیم با انجام بخش بعدی حالا من اینجا رو... اینو بذارم برای فردا اینجا توضیحات دارم بعد ما چه جوری عمل کردیم تو این سالا ثروتمندترین یکی از ثروتمندترین افراد ایتالیا خانواده خانواده آنیلی ادواردو شیعه شد تک پسر من در ثروت آ... این خانواده رو نگاه کردم اون سالی که درآمد نفتی ما 15 میلیارد دو... دلار بوده این 45 میلیارد دلار صاحب فکر کنم یوونتوس صاحب فیات صاحب نمیم چی مازراتی نمیدونم چی چی ببین چه خانه این پسرش دکتوره ادیان داشت شیعه شد خب اینو بعد چیکار کرد وقتی صهیونیسم جهانی بینید بعد قایمش کرد بعد تقیه بهش یاد داد بعد میگه اصلا چهار تا فوشم به ایران بده تو آقا ورش داشتن آوردن ایران چرخوندنش این بر بردنش بر بردنه. بردنش نماز جمعه عکساش هست برگشت آدم صحیح سالم که مذهب انتخاب میکنه یعنی در اوج شکوفای روحی و عقلیه قبر رسید خودکشی کرده خودکشی که رفته کنار اتوبان کنار گارد ری وایستاده بعد اونجا پریده پایین یه دوستی داشت اونم مسلم نشده بود. اون تحقیق کرد کلی دلایل آورد که این خودکشی نکرد مثلا میگفت این رفته روی سقف ماشین وایستاده از اون م... چون از این بغل نمیشده بپری بعد میرفت روی سقف ماشین وایستاده میپرده گارد ارتفاعش بالا بوده کنار پلی میگه آقا این 110 کیلو بوده این بره روی سقف ماشین وایسته سقف ماشین میره تو کو جاش گرفتن همونجا نگاش از اونجا پرتش کردن پایین کشتنش یه خواهر داشت یه جوان خوشتیپ یهودی رو آوردن سر راه خواهرش کرد. خواهرش یه دل نه صد دل عاشق این شد. ازدواج کردن. بچه به دنیا آمد خواهرم مرد. کل ثروت خاندان آنیلی رسید به اسرائیل. یعنی شما نگاه کن چی شد؟ میگم اون موقع صاحب باش که آ یوونتوس شیعه بود. <applause> یعنی یه کسی که فرصت بود تبدیلش هم بتر برای چی؟ برای اینکه تازه انقلاب کرده بودیم. فهممون از امنیت چی بود؟ کی توفنگ دستش؟ نمیدونستیم دونستیم ها چجور نفوذ کردن؟ خب علی ابن یختی مثل اونو وضو میگرفته کشمیری هم باید بیاد ادای رو در میخواست بره نهاد ریاست جمهوری تو راه از آن میگفتن تو زمستون اوبرکوتشو در می رو در میان میرون رو زمین تو برف نماز بخون خودکار عوض میکرد این خودکار شخصی مال بیت المال از غذا کسی که این کارا رو میکنن ادا بگم چرا با خودکار شخصی کار بیت بکن ها اون قدیم بوده نبوده قلم و جوهر و بتراش و بردا بیا این نه حالا خودکار که ریخته متوجه شد چی میگم دقیقا برعکسش اتفاق افتاد زدن ترکوندن کشتن خب همون کیفو که قبل اینکه نواد ریاست جمهوری به ترکونه قبلش داشت میبرد جماران یکی از این پاسدارا شب خواب دیده بود اومد به گفت من خواب بد دیدم یکی میخواد بیاد اینجا بزنه خراب کنه سید احمد هم گفتش که آقا از امروز خوب بگردید اون روز هم آوردن گوه این کیفه نواد بازش اسرار چیز اون توه امنیتی مملکت توش. بعد آقا اسرار مملکه با یه نگاه ما با کنیم که کاغذ رو با یه نگاه که نمیتونیم بخونیم که بینیم تو چه کاغذ یه چیز دیگه است من بودم اونجا میگفتم این دقیقا یه چیزی توشه اینو من بیخیال نمیشم آره این دیگه یاد عباس میگه این چرا یه کاغذ مگه من با کردم میشه کاغذ کلش خوندیم آقا داشته اصلا ما چشان میبنیم جا دست میزنیم خوبه برای چی اینجوری؟ بعد خلاصه اینکه برمیگرده همون رو توی نهاد ریاست جمهوری میتونه به حدی به او اعتماد داشتن و به آیه بهزاد نبوی اونجا نقش ویژه ایفا کرد ایشون وایس داده بود حالا شهید رجایی با اونر که میزد تو سرش میگفت ای وای کشمیری ای داد کشمیری مثلا فکر کن بری روز کربلا روز آشورا بری بزنی تو سرت امام حسین به شهادت میگه ای قیس ابن زها که رو کشتن ای قیس ابن زها که مشروع میگه کیا یارو در رفته فهمیدی بعد براش خاکستر ماکستر و یه خورده از چیزا رو قراقاتی کردن یه جنازن بر اون درست کردن یه زنی آوردن سر قبر شروع کرد گریه کردن به اسم زنش چی بود رد شده و رفته اون طرف که دکتر زرگر شک میکنه و میگه که آقا اصلا جمجمه از بین نمیرید بین تو انفجار جمجمه ما دو تا کل مثلا دو تا کله بیشتر نداریم اینجا مثلا اون یکی کو بیا بگم بردن از روشن چوب سوخته برداشت آوردن آقا پیگیری پیگیری بله حواسا رو آوردن اینور حواس از مرزا برداشته شد در رفت رفت چشمیری به نگاه کنید تا اینجاش ریش میذاشته تو عکسش تا همینجا یعنی این وصل بوده به مجاهاش بعد اینا تموم شدن من میشه تموم شده باشن کشمیری اونجا دبیری میکرد شروع عالی امنت ملی معاونش بوده همه کار دست این بود شهید رجایی پو... وای, وای میستاد پشتش سرش نماز میخون گفت تو جلو وایستا بعد اینا زدن تموم شد دیوونه بودن اینا میدادن بمب یکی دیگه میذاشت شاید رجایی با اون الله مردم بودن جور دیگه میزدیدشون اینا میخواستن امام بزن گفتن حالا بمب درست که بزنین رجایی با اونارو بزنین چرا یه همچین مهره رو سوزونده اینو کی گفت این آی زواره گفت سوال من اینه گفت سوال من اینه چرا باید همچین مهره بسوزن الا اینکه گنده ترشو دارن چرا باید تو بازی شطرنج فیلو بدیدم دم, دم پر یه مثلا سربازی یه چیزی نه که شاید رجای سربازش نه برای یه عملیات مثاله ها چه دیگه الا اینکه وزیر داری الا اینکه مهره گنده تر داری خب زواره هم زیاد حرف میزد یه میدونید که فوت مشکوک دوباره وقتی برگشت خواستیم بحث رو پیگیری کنه شونم یه افتاد و بند خدا به هم پیچید آقا ببینید حضرات چجور کار میکردن ما چجور کار کردیم دقیقا عکسشه ما چقدر مهره سوزوندیم آقا تقیه کن میدونی یکی از این علمای مال شمال آفریقا ما هم کشور شده نمیدونم جای دیگه اگه نگفتم اینجا نگه مدقه بلند بولا ایران اینجا اعلام کرد که من شیعه شدم فقط صداش شد. از علمای بزرگ اونجا آقا اینجا زدن تو روزنامه <applause> او فلانی شیعه شده است نمیدونم بعدش بنده خدا رفت اونجا گرفتنش رسید تو فرودگاه منتظرش بودن با یه نسخه از روزنامه بیا بریم خب این ما از این جهت به پختگی نرسیدیم برام ببین یه علی ابن اختین حضرت میفرما یک کش من مثل تو زیاد می داشتم. آقا من تو این همه یاران خدمت در مورد کی اینجوری من تو حج جز علی ابن یختین به کسی فکر نکردم بند و خو... بنده خود بنده اصلا هنوز شیعه نشده یارو میشه شیعه شدن خیلی الان شنیدید مثلا در مورد این زیدی های حوسی ها دیدی میگن آقا اینا شیه دوازده امامی ان اینا ردیفن صداشو در نیار از دروغ آقا کی گفته اینا شیه همو همون چهار امامی هستن جلوی سوی می میشه شی از جلوی را او چرت میگی دست اینجا یعنی نشوده داره بدبختو میخواد به آتیش بندازه شده باشم تو نباید بگی ها فهمیدی نه من باید در خفا در تنهاییش هم رعایت میکرده پروتکل های امنیتی که رئیس این سازمان بهشون یاد داده بوده. یعنی معصوم اینجا یه حرفی میخوای به این نفر بزنی به قسم حضرت عباس چهار بار قرآن باید بیاری آقا میش این جای نگی بعد بعد قید بذاری برای جمله چون میره میگه بعد بگی ببین تحت هیچ شرایطی هیچ وقتی به هیچ کسی نمیگی اله هیچ شرایطی باشه محرمانه رو قبول نداره خورده محرمانه قسم قرآن و دست بزر قرآن ازش بگیر و میده که پختگی نرسیم برای همین هم. عموم ضرباتی که داریم میخوریم چی از همین این نتن سترکید اینا کی برده بودن اون تو سر اسناد پی ام دی نمیدنم چی چی شد حالا دیگه یکی از مسئولین امریکا چیزی چیزه گفته دیگه حالا ما نفر اول نیستیم والا اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همین مسئول رایت نکرده همین هست ما متاسفانه بعضا میبینیم که امنیتی های ما اینا رایت نمی کنن. چه برسیم مردم عادی محرمانه توی این مملکت یعنی شما مثلا یه سال زودتر خبر داری چیزی خب این وضعشه یه روز اینم خاطره براتون میگم جالب یه مسئله در مورد این فروماسون را همون در دوازده سال پیش من پیدا کردم من راجع تو ایران حرف نزدم دیگه اما خب پیدا کردم خیلی چیزا آقا ما یه سی دی آماده کردیم روش رفتیم یه جایی هم ارائه دادیم گفت بزن به کلی سری خدا شاهد ببین کسی که طبقه بندی رو میفهمه میدونن به کلی سری همجا الکی نمیزنن جایی ها خب بزن به کلی سری بعد ما میخواستیم اینو برسونیم به, به... 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 کسی که باید برسونیم نمیتونم اسم ببرم خب بعد گفتن باید به این آدم بگی به این نفر ما رفتیم گفتیم آقا گوشی نباشه فلان نباشه اتاق جلسه رو که آماده کرد گفتم میتونم درخواستی ازتون کنم گفت گفتم بریم اون یکی اتاق اتاقی که کارمندا رو خالی کردیم گفت چرا گفتم من بالاخره یه کاری خودم هم, هم بلدم خب گفتم اینا اگر رو این زومن رو این اتاق تو جلسات دیگه معلومه رفتم اونجا سی دیو گذاشتم توی کامپیوتر با لپتاپی که خودم برده بودم مطمئن بودم سیف بد افزار نداره کپی بگیره اسکرین بگیره از این کارا میکنه خلاصه براشون ارائه دادم بند خدا خیلی ده. خدا شاده چند وقت گذشت یه روز دوتا جغل بچه جل ما رو گرفتن گفتم که یه سوالی در مورد فراماسونری داریم گفتم بفهم گفت یه همچین چیزی هم میگن تو ایران فراماسونری یه جایی هم مثلا بعد انقلاب بوده این آقا ما رو برق 380 ولت صنعتی گرفت همون چیزی بود که من گفتم اینا از کجاست تو گفت من کارمند اونجام گفتم خب کارمند اونجا خدا گواهه و همین مشکه امام حسین گفتم خب گفت یه از داشتیم اینجا رو تمیز سی دی افتاده رو زمین سی دی ار زدیم دیدیم از یه حرفایی که شما میزنیه اون تو خارج نیست ایرانه من اومدم به اون بنده خدایی که طبقه بندی رو تعیین بهش زنگ زدم هر چه درم در به اون گفتم خب بعدشم گفتم آقا من نمیخوام ده. برید اینا رو ساکتشون کنید برید به چند نفر دیگه گفتن چند سال گذشته 12 سال هنوزم اون نکات اون اطلاعات به کلی سری هنوزم به کلی سری نزن بابا میگم یه من سید کجا اخوی کار بعد یک سال که من پیگیری آقا رسیم گفت من چی گفتم چی میگه یارو میگفت یه یا سی دی دیگه میشه ما بزنی بفرستی یعنی من موندم خدا وکیلی 45 سال خود امام زمان پیشمون برده میگم. با این رن. این از اون نقاط ضعف ماست بعد بشه ببخشید طولانی شده رو انشالله این شب عزیز به حق دستان بریده حضرت عباس خداوند شما ما و شما رو از یاران و عباس های امام زمان عجل الله قرار بده ما خودم میدونیم سالهای نوری با این جایگاه فاصله داریم اما باز هم میدونیم که اهل بیت همون کسایی هستن که اگر نگاه کنن خاک رو به افلاک میرسونن ما خوف داریم از خودمون اما رجا داریم به امید داریم به اهل بیت تجیل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب از زمان صلواتینا